پس از راهیابی تیم ملی کرکت افغانستان به جام جهانی سال 2016 میلادی، این تیم امروز به کشور برگشت. مسئولین بورد کرکت افغانستان میگویند ضعفی که در بازی ها به خصوص بازی که افغانستان خلاف عمان در گروه خود انجام داد و شکست خورد دربارش تحقیق می نماید. به گفته مسئولین اگرچه در ابتدا تیم ملی کرکت افغانستان آغازی خوبی داشت، اما خلاف توقع از قهرمانی باز ماند. شکست عمان و هنگ کنگ رنجیده بود برای ما هم، ولیکن باید گفته شود که عمان و هنگ کنگ هم تیمای نبود طوری که ما سابق فکر میکردیم. در تیمای برجسته طور تیم برجسته در تورنمنت درخشیدن. بورد کرکت افغانستان میگوید قبل از برگزاری مسابقات کپ جهانی سال 2016 که در هند برگزار میگردد، با بعضی از کشورها مسابقات تمرینی را برگزار خواهد نمود. در عین حال اعضای تیم ملی کرکت با تلویزیون آشنا گفت در مسابقات راهیابی بعضی از کشورها تلاش داشتند که افغانستان به کپ جهانی راهیاب نگردد. کشورهای اروپایی مثل اسکاتلند، هالند و آیرلند تورنمنت را از او خاطر در اروپا دایر کرده که در این تورنمنت نتایج درست به دست آورده شود یا یک تیم جدید، دو تیم جدید به جام جهانی معرفی شود. به علت باران دو بازی ما برگزار نشد و نتوانستیم کپ قهرمانی را به دست بیاوریم و یک بازی ما با عمان خلاف توقع صورت گرفت و به بازی نیمه نهایی را پیدا نکردیم. بازی که با هنگ کنگ داشتیم در نهایت 16 رنز را گرفتند که بسیار زیاد بود و برنده نشدیم. در بازی‌های راهیابی سال 2016 میلادی برای تیم ملی کرکت افغانستان بازیکنان جوان خوب به بازی پرداختند و این بازیکنان می‌خواهند در بازی‌های آینده بورد کرکت افغانستان برایشان زمینه خوبی مهیا کنند. برای ما بسیار خوب است که در آینده از اعضای تیم ملی بیاموزیم. اگر چی تیم افغانستان برای بار چهارم توانست به مسابقات 20 اوور جهان را پیدا نماید، اما با باور کارشناسان و علاقمندان کرکت در افغانستان، اگر افغانستان نتواند یک تیم قدرتمندی برای مسابقات جهانی که پیش رو دارد بسازد، دستاورد خوبی نخواهد داشت.